روز سهشنبه اداره شاعر و موکبها در دو آستان مقدس حسینی و عباسی از ثبت نام 12752 موکب عزا و خدمات رسانی برای مشارکت در برگزاری مراسم زیارت اربعین خبر داد. عقیل عبدالحسین الیاسری رئیس این اداره در بیانیه‌ای که به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است گفت اداره شاعر و موکبهای حسینی با هماهنگی مسئولان زیرفت در فرماندهی پلیس استان کربلا و فرماندهی عملیات مشترک و مدیریت انتظامات حرمین شریفین اتاق مشترکی را به منظور تعامل ویژه و برقراری ارتباط با صاحبان موکبها در کمترین زمان ممکن را هندازی کرده است رئیس اداره شاعر و موکبها در ادامه افزود این اداره از 25 ماه محرم گذشته صدور زمانتنامه های قانونی ویژه صاحبان حسینی ها و مکب های خدمات رسانی را آغاز کرده است و این ثبت تا دهم ماه سفر جاری ادامه داشته که بر اساس سرشماری صورت گرفته تعداد مکب های و خدماترسانی ثبت شده در حال حاضر به 12752 مورد رسیده است وی در ادامه گفت برای حسینی ها و موکب هایی که در خیابان ها و معابر خیمه و دسته برپا می کنند ساز و کار خاصی برای تعامل و اعطای مجوز در نظر گرفته شده که در این زمینه لازم است هماهنگی لازم با مدیران آستان های مقدس حسینی و عباسی فرماندهی پلیس استان کربلا و مدیریت انتظامات حرمین شریفین صورت پذیرد به گونه ای که برپایی موکبها و ارائه خدمات آنان در مسیر رفت و آمد زائران و نیز وسایل نقلیهی که برای زائران خدمات رسانی می کنند مانع ایجاد نکند. علیاسری افزود صدور زمانتنامه برگ هویت و مجوز برای موکبداران از طریق ثبت در بانک اطلاعاتی یک پارچه صاحبان موکب ها انجام می شود و به صورت آنلاین چه در داخل و چه خارج از عراق برای همگان قابل مشاهده و در دسترس خواهد بود. وی همچنین گفت رعایت نکات ذکر شده برای موکب که از این پس برای ثبت و دریافت مجوزهای قانونی به اداره شاعر و موکب حسینی و سایر مراجع زیصلاح مراجعه می نیز ضروری است. لازم ذکر است که این آمار فقط مربوط به موکب های ثبت شده است و شمار دقیق موکب هایی که برای ثبت اقدام ننموده اند و مشغول فعالیت و خدمات رسانی می باشند در دست نیست. ذکر این نکته هم لازم است که در عراق برای فعالیت موکبها ها ثبت و اخذ مجوز, مجوز فعالیت الزامی نیست.